منحوس ستمشاهی کشور ایران دستخوش دگرگونی های اساسی قرار گرفته است. جا خوبه. مرسی. ممنون. میشه منو کمک کنیم؟ جوش آورده دیگه. از رادیاتشه. جاده ها اینجا رادیات نمیذارن به ماشین. حالا امروز که نمیشه. بذارش اینجا سر فرصت. گوش کن آقا، من باید به مرز برسم تو شب. بیشتر پول میدم. برا پولش نیست، کار نمیکنم من امروز. چرا؟ خستگی. حالا شما برای چرخی بزن ببینم چی میشه. گفت که منو به باز برسونه. مرتفعم. میخوای رد بشی بری. باشه. راش میندازم برات. اگه بشه. این دورو برو. قفه کنی نیست. چرا اون بالا یه جای هست. ممنون. Speak English. Speak English. I must talk fast. There are things in this village you do not know about. They cannot get away with this. These devils. ببخشش آقا. حال خوشی نداره بیچاره. بسر جد آبادته. خانم خوبیت نداره اینجا با غریب صحبت میکنی. برو جانم. برو. آقا خوش آمدی به کوپایه. بنده ابراهیم کت خدا این ده هستم.
ایشون هم شیخ حسن پیش نماز ماست. بفرما صبحانه در خدمتت باشیم. وظیفه بنده ایجاب میکنه هر قریبی که به ده میاد استقبال کنم. خوش آمد. ممنون. من منتظر تامیر اتومبیلم هستم و باید به گرام برسم. ببخشید این کار شما چیه که باید در موردش برسید؟ با قلم و کاغذ قطرم. قلم میزنه. حساب داری؟ روزنامه نویس. ببخشید ببخشید شما لحجه دارید. مال کجایی شما؟ مگم فرانسه هستم و در روح باقسته به فرانسه. من فرانسه همطور که میدونید امام آیت الله خمینی مدتی در فرانسه بود و این فرانسوی ها خیلی خوب تحویل گرفتن امامو. ولی چیزی نخوری که نمیشه آقا بفرما. از ممو نبسیتون ممنونم ولی نه مرسی. اقلا یه چای نباد بخور با ما برای دل دردت هم خوبه. بشه دفعه دیگه. ممنون. Did anybody see you? Oh, جانم، جانم، چی شده؟ من قربونتون برم الهی، چیزی نیست، بیا بیا نگاه کن. مهمون فرنگی داریم، میخوام براش چایی درست کنم. شما برین اون تو بازی بکنید، بیا باری که الله دخترای خوب. بیا قربونت برم، باری، فداد شم، برو قربونت برم، همینجا من، همینجا. Forgive them, they have been through so much. Are they yours? They are daughters of my niece, Soraya. I am Zahra. 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 Are you crazy? They think so. And the police beat upon and inviting a stranger and your own. I'm inclined to agree. Sit, please. I will give you some tea. Then you decide who is crazy. Me or them. Smoke. The Ayatollahs have banned
women from smoking. Today I am old. 100 years older than yesterday. But I know right from wrong. What happened here yesterday was wrong. Yesterday. The devil himself visited this town. And Allah, the merciful, know it. God willing, inshallah, you will know it too. Start your machine. Voices of women do not matter in here. I want you to take my voice with you. Why should I listen to you? If, as you say, the voices of women no longer matter anywhere in this country. Hear my story first. You will know why you should listen. There are men in this town who are wild dogs. Their hunt began not long ago with Soraya's husband, Ali. صرفش که رضایت بده. و زنها طبعا لجباز میشن. شما که خانم خودت و سریا رو بهتر میشن. سلام. یه جوری باید قانعش کنه. اینشالله. راه دیگه نره. باید راضی بشه. اینشالله. هی اینشالله اینشالله میکنی؟ حالا واسه من جانماز آب میکشی؟ حسن. سابقت دستمه. مشکن بزنم برشت زنم بلا. برای قضات شاه فاسد و ملعون شما محکوم به دزدی، باجگیری و بی‌ناموسی شدین، اما حالا تهدیدم می‌کنی؟ نه، الله است. حیات باشه. ببین، من تو با هم اختلافی نداریم. مسئله ما سریاست. به زور که نمیشه رازش کرد. مشکل من نیست. رازش کن. ببین کی داره میاد. آخوند روحانی ده. سرای خانم حالتون خوبه انشالله به مرحبه علی اینجا نیست سرای خانم من آمدم اینجا با شما صحبت چه دخترای نازی داری بچه های نازنی بچه ها اینجا بمونیم سرای خانم من به پیشنهاد شوهرتون علی آقا اومدم اینجا اومده پیش من شکایت میکنه میگه شما دیگه باهاش حرف نمیزنید بهش اعتنا نمیکنید خب هرچی باشه شوهرتون به گردن شما حق و حقوقی داره همونطور که میدونید شما نمیتونید چیزی رو ازش دریافت کنید ببخشید شما چه میدونید این 20 سال تو زندگی ما چی گذشته حتی پسرامو با من دشمن کرده سرای خانم در شهر یه زن جوان دیده میخواد بگیرتش اما وضعش نمیرسه خرج دو تا زن رو بده میگه شما این خونه رو بردارید اساسش هم بردارید
دخترها مال شما. مزرعه رو هم بردارید. هرچی دوست دارید توش بکارید، برداشت کنید. نوش جونت. اما دیگه خرجی نمیتونه. یه خونه فسقلی و این زمین سنگلاخ که نمیتونه خرج من و دخترم رو بده. سعی خانم. پیشنهادش خیلی باسخاوته. یه موضوع دیگه هست که میخواستم با شما در میون بذارم. ربطی به علی نداره. به هیچ کس مربوط نیست. اجازه میدید من در خدمت شما و این دخترای معصوم شما باشم؟ قابل شما رو ندارم. بندگاهی این برون بر خدمت میرسم. مینشینیم با هم حرف میزنیم. بیشتر با هم آشنا میشیم. و به موقعش وقتی لازم شد سایه خانم خطبه مبارک صیغه رو جاری کنی. همونطور که میدانید در اسلام عزیزه صیغه کردن یک زن تنهای با دو بچه. برو گم بیرون. یلا دو نفر نشستیم داریم ما هم دیگه خصوصی صحبت میکنیم. گوره کسیفتو از این خونه گم کن. آخوند حسن، شیخ حسن یا هر کفتی که اسمت هست، وگرنه من تمام این دهو میذارم سرم. خجالتم کور چیزی؟ اقلا از اون قرآن مجید خجالت بکش که توی اون دستای نجستت میگیری. زهره خانم سوء تفاهم شده. به حضرت عباس سرای خانم از ناموس منم محترم تره. من با نیت خیر آمدم اینجا. و جلو چیزاتو گرفته؟ صیغه؟ فاحشه شرعی؟ تو چجوری روت میشه؟ حضرت عباس بزنه به اون کمرت. خاک بر سر تو. سه تا نسل بعد تو. برو قمشو بیرون یلا. افرید زهر این نیش بالاخره هیکلتو مسموم کنه و مال تو رو. صبر کنید میبینید. هر دوتون میبینید. چه خبره تو زندگی تو مگه زن؟ مدکه هنوز میره شهر سراغ زنه خراب؟ دختری کیه؟ تو ازش تمکین میکنی؟ چیزی رو که میخواد بهش میدی؟ شاید از که تمکین نمیکنی؟ جواب منو بده. هرچی میخواد میگیره. دیگه چیزی ندارم بدم. طلاق. طلاق قبول کن. بهش بده. بعد چی؟ صیغه مولا حسن بشم که دخترم از گشنگی نمیرن؟ نه این کار از من بر نمیاد. این دختری تو شهر کیه؟ مهری. اسمش مهریه. بفرمایید. واسا عقب نگاه نکن. 14 سالشه. چشاش روشنه. باباش دکتره، پول داره، قرار اعدام بشه. ممنون. علی هم قول داده کمکش کنه. در ازای عروسی با دخترش؟ حتما قول و قرارشون رو گذاشتن. از کجا میدونی؟ خودش میگه برای پسرش قپی میاد که بهش افتخار کنه. علی و ملا حسن از قبل با هم نقشه کشیدن. باید حواسمون جمع کنیم. آبروی منو بردی زن. من
توی خونه خودم. چرا این ملایده واسه من حیثیت باقی نذاشتی؟ منم مسخره و مسکه همه کردی؟ آخه به چه جرأتی؟ به چه جرأتی؟ خفش کنیم بچه رو. امروز ملا حسن آمده اینجا با یک پیشنهاد. یک پیشنهاد سخاوتمندانه برای طلاق مادرتون. ولی این زن جواب رد داده. سرگیتی که گوشت نمیتونه بذاره وسط سفره. سرگی خرجی نمیدین. نمیتونم از برنج گوشت بسازم. ولی مهری همیشه سر سفرش گوشته. و خیلی خیلی چیزهای دیگه. هر شب زن بودن و بلده. اسم اون اینجا نیار علی. ما میتونیم بریم شهر. من نزدیک کارم باشم. شما بچه ها میتونیم باستار انقلاب بشون. بس کن جلی بچه ها نه. بابا ما میتونیم با تو بریم؟ البته تو این دهی که واسه شما چیزی بود نره. ولی این زن نمیخواد ببینه شوهرش و بچه هاش خوشبخت باشن. چرا نمیذاریم ما بریم؟ فقط پسرا؟ پس دخترامون چی؟ من حاضر نیستم ببینم بچه هم از گرسنگی بمیرن. تو نسبت به من وظیفه داری. به عنوان شوهر، به عنوان پدر، شرعن، قانونن ما رو نمیتونی ول کنی بری. تازه من چی؟ زنت. اون آخوند عزیزت آمده زنتو بلند کنه. بله. انگار من فاحشه‌ام. آخه تو چه جور شوهری هستی؟ شرفت کجا رفته؟ غیرتت کجا رفته؟ بابا بابا این تو رد نزن. باشو اینو تمیزش کن. باشو اینو تمیزش کن. باشو. بیست و پنج تون واسه این قلعه کری به من بده کاری. اینجا دنیای مرد هست. اینه هیچ وقت فراموش نکنی بچه. کجا میری؟ بلنشو بریم. کجا میری؟ بلنشو یا کجا میری؟ نگاه نکن. به من نگاه میکنه اینجوری؟ ببن اون چشاتو. بودو بچه کدوم قبرستونی میری؟ کجا میری؟ بودو اگه طلاق میخواد باید هزینه‌شم بده. نمیده. میشناسمش. من باید برای این حرف بزنم. از من حرف شنگی داره. بعد مرگ خدا بیاموز شوهرم میخواست منو بگیره. وقتی بچه بودم بابا ننه منو فرستن پیش ارباب کار کنن که مجبور نشن شکم و منو سیر کنن. اونم همه جور دستمالی میکرد. غیر از دخترگی دیگه هیچی برام باقی نذاشت. خودت که میدونی دیگه نمیذارم اون بلا سرم بیاد. نه سر خودم نه سر دخترم. پس باید حفظشون کنی دیگه. یک کاری نکنی این مردی که تحریک بشه. به تو نمیتونه تعرض بکنه. چه شب اینجا پیش تو بمونی؟ میره دادگاه با عرضه حال عدم تمکین برمیگرده. خونه خوب نمیخوابم.
زهرا خانم میشه بیا کمک؟ نه محسن چیه چی شده؟ رفتم سراغ دکتر گفتم خودش رفته شهر نمیدونستم دیگه به کی رو بیارم. باشه اومدم یه دقیقه بسا. منم میام. نه شد دیگه چی گفتم برو خونه بفرمو باشم خدا خیلی دیده خدا خیرت بده زهرا جان اختیار داری باشیم آقای نفسی چیه ماشاءالله خیلی قوی بنیه وقتی حامله شد 30 سال از ازدواج ما گذشته بود همه میگفتن نمیتونه بچه بیاره اما به خواست خدا محسن رو برای ما آورد زهرا جان حالش خوب میشه میگه باید آمادش کنم واسه کفن و دفن تمام خیر باشه نه شما که بهتر از من میدونی چشمه هیچ کس نباید به زن مرده بیفته حتی شوهرش هنوز جنازش رو زمینه و اموالش رو داریم غارت میکنید خجالت بکش چرا اینه که دیگه به درد اون نمیخوره دیگه چیه بسه تا جاش برمیدمش صاحب داره شاید هاشم نازم میشین داشته باشه چرخ خیاطی رو هاشم حتی نمیدونه سوزن چیه بزن بزن پایین زنش مرده خودش که زنده است برو پیکارت زهرا بله یه دقیقه بیا اینجا زهرا خانم هاشم به ما گفت که شما دیشب به ایشون و خانومش کلی خدمت کردین دستتون درد
چند روز پیش از این باید میبردنش بیمارستان، میخوام بردنش یکی باید میبرده شهر. تو علی با اون ماشین کت گنده که یهو گیرت اومده، ولی تو مسافر کشی های مهمتری داری. نه زهره خانم، شما یه خود کوتاه بیایید، الان وقت عزاداری، ما نگران هاشم هستیم آیندهش. این جنازه زنش هنوز رو زمینه بابا. منظور نداشتم. زهره خانم، هاشم نمیتونه یه تنه به همه کارا برسه، قضا بپزه، تمیز بکنه، گلکاری بکنه. محسن، این پسر مادر بالا سرش نباشه هرز بارم. تو با سرایا صحبت کن، ببین میتونه تو کارهای منزل به هاشم کمک کنه، البته بعد از انجام کارهای منزل خودش. بله، همه ما اهل ده ها باید زیر بال همدیگر بگیم. پایین موضوع، شما ها بایستی نگاه کنین همه کارا رو سرعی ها بکنه، چون خودتون بهش نمگی. زهره خانم، سرعی از شما بیشتر حرفشون رو میکنه. خب البته اگه یه پول در کار باشه شاید بهتر قبول کنه. ما صحبت کردیم، طبعاً باید مواجب داشته باشه. بایدم بگیره، خوبش هم بگیره، اما این پول مال خودشه ها، فقط مال خود سرعی ها. آره پس چی؟ البته که مال خودشه، نه برای خرجی خونه، نه بنزین ماشین، نه زنهای تو. هرچی پیرتر میشی دهنش گشادتر میشه. لابد جون میده بسه تو دهنی. درسته، تصمیم گرفته شده سرعی ها برای هاشم کار میکن. زهرا، زهرا، به خدا داری تندروی میکنی، اوضاع مملکت عوض شده، شاه دیگه سر کار نیست ها. چه جورم نیست؟ زهرا دوستانه بهت میگم، مواظب کلامت باش، به این مردها احترام بگذار، اینها عصبانی بشن درد سر درست میکنن. خواهشون راه بیا. که کار توست ابراهیم، نه من. اما به چه قیمتی؟ فکرشو کردی؟ شما خوب از پسشان بر آمدی، خدا خیرت بده، خیلی به شما علاقه داشت. اونه بذار یه جای ام. عزیزم محسن، چیکار میکنی بابا؟ بذار بره سرای خانم. اما شام ما چی میشه؟ برمیگردی درستش میکنی؟ دلت شوی نزنه، بیشان نمیزنم بچه. خدا خیرت باشه. باشه محسن جان. بیا بریم. اسلام مبارکش بود، جشن بزرگانه اسلام مبارکش بود، عرضی نشان خرجم نکن. تو که میدونی من قلقلکی هستم. چیه بابا، من دامن نو لازم نداشتم، نه واسه یکی میدوختی یه پولی گیرت بیاد. هاشم گفت هر کاری میخوای با این پارچه بکن، منم دارم تو تمرین میکنم. بچرخ. هاشم باید خوب تمرین کنه. روست داره برای مهربونه. خدا عمرش بده.
میشینه واسه من نگه داری؟ همی پول یک تا حالا در آوردم. بخوام یه جای امنی باشه. دست اون نامر نیفته. خیال تخت باشه. جای امن. باری کردم. خیلی قشنگ شد. مثل خانومه شدم. دست درد نکنه. خیلی خوشگله. بچه ها دستون در نکنه خیلی تمیز شده. بابا کی میریم به شهر؟ به زودی. بیا شهر پسر. تشکر رئیس. باشه بیا جنان. تشکر رئیس. قربونت. مادر و دختر اونا چی؟ فکر اون رو نکن. همه چی رو خودم درست میکنم. بیا سخت بردار بره خونه. ماشالله ماشالله چه پسرهایی باری کرد. من فکر میکنم بین هاشم و سرعیه یه خبری. من فکر نمیکنم. سرعیه هم چی زنی به نظر نمیاد. تو از کجا میدونی؟ خونش که کار میکنه. اونم که یه مرد زن مرده تنهاست. اصلا خودت میدونی داری چی میگی؟ مجازات یه زن زناکار سنگساره. اینو میخوای؟ اینجوری خرج و نفقه هم لازم نداره. سرعیه که داره مواجب میگیره. در وقت هم که رضایت میده به طلاق دنبال دردسر میگردی علی؟ وقتشو ندارم. تو واسه من آدار شدی؟ اگه توی دنیا عدالت وجود می داشت تو رو تا الان صد دفعه سنگسارت کرده بودن. چرا داری شلوغش میکنی؟ ابراهیم رو باید راضی کرد. ابراهیم شاهد میخواد. اون سرعیه رو از بچگی میشناسه. من یک شاهد. تو هم شاهد دوبو. من که نمیتونم شاهد باشم که. من ابراهیم داریم این قضیه رسیدگی میکنی. یه شاهد دیگه پیدا میکن. پیدا میکنم. من اول باید آسیو برم. شاید قبی کرد. دنبالش گوشت داری از این بهتر نمیشه. بنداز ببینم. سلام عرض کنم زهرا خانم. خیلی مخلصم. این دامنه جدید پوشیدی؟ خیلی شبیه پارچه‌ای که خونه هاشم دیدم. آره خودشه. کار زدن با صندوقته. انگشتر زن هاشمم که گرت اومده. هاشم نمیخواد چه کار؟ مگه اینکه بخواد یه زن جدید بسونه. داری یه دستی میزنی به سریا؟ منظورت چیه؟ خودتو به اون را نزن. یه اون کارت غیبت کردنه. حرف با زهراست. تو خیلی غیبت میکنی. وقتی یه چیزی نمیدونی دهن تو ببند انقدر حرف نزن. شاید یه چیزاییم بدونم. چیزی نیست که بدونی. من میدونم سرعه تمکینه علی رو نمیکنه. وگرنه چرا باید دور برای زنهای دیگه باشه؟ که برای اینکه مرد بیشرفیه. اونم مثل همه مرد دیگه است. بهش بده بخوره. خوشحاله. وگرنه میره جای دیگه چیزی که میخواد پیدا میکنه و تقصیرش رو بذاره گردن تو. من سرعیه رو خوب میشناسم. زن خوب و نجیبیه. حالا تو شوهرشی؟ تقصیر علی نیست که زنش سرد میذاره. هیچکی نمیدونه بین زن شوهر چی میگذره. شما که ماشاءالله خوب میدونی لیلا خانم جون. آره عزیزم خیلی خوشگلم.
مامان میگیم. بذار ببینم. گاو میش؟ گاو نه. ماما فیله؟ مامان. بسته دیگه. من برگردم شام درست کنم. سوریا؟ ترسوندی منو. زود اومدی خونه. کاری تو دست نداشتم. ماشینی نمیاد از این دور رد بشه. محسن کجاست؟ خوابیده. زمین خورده پوست زانوش رفته. مادر گریه کرد تا خوابش برد. آره؟ نه چیزی نیست. یه خارش کوچیک. خب. کار من تمومه. غذاتون روی اجاقه. چه خوش عطره. آره امروز گوشتش تازه بود. میمانی با هم؟ غذا بخوری؟ نه دیگه باید برم خونه. البته بله بعضی وقتا میلوم نمیکشه تنهایی غذا بخوری. محسن حالا بیدار میشه. هر صبح اگر توقع دارید من به عنوان کدخدا دادگاه تشکیل بدم، شاهد باید معتبر باشه، با مدرک معتبر. رفقای خودتو این خاله زنکای ده که با سریا چپ افتادن شاهد حساب نمیشن. قانون اسلام حکم میکنه هر شاهدی میتونه قدم جلو بذاره. پس برو مدرک بیار. مدرک نه غیبت. ابراهیم الان نه زهرا کار دارم. من میدونم با اون شوهرش داریم واسش نقشه میکشی. نقشه ای در کار نیست، شکایت شده. ابراهیم از حالا دارم به توش دار میدم و محاله بذارم به این زن بیچاره کمترین آزاری برسونیم. پوزبند رو باید مثل این که به دهن زنها ببندم به جای سکها. سریا مادر زن بهتری پیدا نمیشه، تو هم اینو خودت خوب میدونی. ولی ما فکر میکنیم که سریا زیادی خونه هاشم میره، وقتی هم میره زیادی اونجا میمونه. اینجا چه خبری؟ میخوام بدونم. تو کارهایی که بر بروتیست دخالت نکن. آخه تو چه میفهمی زن؟ باورم نمیشه یه روزی فکر میکردم زن تو بشم. آهنگ ابراهیم تبدیل شدی به جاده صاف کنی دیگران، شدی نوکر، شدی بنده، شدی صیغه، صیغه اون دیو صفت. سرایی جون اینا وسط نقشه کشیدن. دقیقا نمیدونم نقشهشون چیه ولی هرچی هست بر علیه توز اینو فهمدم. من فقط مزاحمش هستم، قابل نقشه نیستن، در واقع نامریم. سریا این مردا یه چیزی زیر سر دارن. ابراهیم یه جورایی به من گفت تو باید این کارو ول کنی دیگه نباید بری خونه باشی. یعنی چی ول کنم؟
این کار تنها امید منه. نه ولش نمیکنم. ولی دیگه نباید بری اونجا. یادت باشه که همون مردی که راجبشون حرف میزنه به من گفتن این کارو بگیرم. کاری رو بهم گفتن کردم. و حالا این کار مال منه. نگارش میدارم. علی هست شکایت میکنه. چی از من شکایت؟ تو چی میگی بهش؟ چی؟ اگه چیزی بگم کتک میزنه. زریا نمیفهمی اینا یه رای پیدا میکنن بچزوننت. اون آخون با اون زبونش ما رو از تو سوراخ میکشه بیرون. دیگه بس. هیچ توطئه‌ای در کار نیست، هیچ جنایتی در کار نیست. فقط یه خاله دارم که زیادی خیالات درش داشته. تو هیچ وقت حواست به کاسه پشت نیم کاسه نیست. خوش آمدید. سلام علیکم. علیکم السلام. الله سلام. خیلی خوش آمدید. آقا هاشم. ما در مورد یک کاری میخواییم رسیدگی بکنیم. این دوست تو علی آقا به ثریا خانومش میاد منزل شما رو رفتم. به خانومش مظنون شده. خب همونطور که بله مزدستر هستی، من مسئولم در برابر امام به همه شؤون و احکام مقدس اسلام عزیز در مورد ناموس و شرافت رعایت بشه. این انتظار اسلام البته توانم یک قاضی شرعی از تهران بفرستند درخواست کن، ولی خب در مقامی است که اصل من با تو و این آبادی آشنایی نداره. بخونم ما سواد که نداریم. هاشم جان خیلی وقت با هم رفیقیم. درسته؟ بله. رک بگم رفاقتی مرد و مردونه. راستشو زن من خونه ای تو میخوابه. نه علی آقا شما خودت بهتر میدانی ثریا خانم هر شب خانه است. این که جواب نشد. منظورم اینه که خونه شما چرتی میزنه خستگیشو درک کنه. خب ما از کجا بدانم؟ هاشم راستشو بگو. آخه مگه میشه تو ندونه؟ یا میخوابه یا نمیخوابه. والا منو ببخشین، من انسان ابن ساده هستم، سردر نمیارم. شما با این سوالات به کجا میخوایی؟ هاشم بشین. نه آقا نه من مجازه مرخص میشم. خدا حافظ. محسن آچارده میدی به بابا؟ آچارده نار جب آچار. شما درد نکنه. سر شما برم محسن جان. بابا جان ببسی تو هاشم. ما دو تا شاهد لازم داره. یکیشو داره. حالا اگه بخوای میتونیم با پسر صحبت کنیم ببینیم آیا دیده ثریا خونه شما خوابیده باشه. از این ببرسین
اون از کجا میدونه چی به شما بگه؟ البته که میدونه. محسن جان، بابا جان. تو میدونی ها؟ باریک. پای اینا بکشین کنار. علی آقا؟ نمیشه. زن اگه زن من با تو خوابیده باشه و تو خوشت اومده تو اون شرک جرمی. در شرع اسلامی شرکت در زنا مجازات داره. دادگاه میتونه محاکمه صادر کنه. بعضی مواقع مرد زناکار رو بغل زن زناکار سنگسار میکنن. بچه بیچاره بدون پدر بالا سرش زبونم لال از دارالمجانین سر در میاره. میتونم ببرمش زندون حالا خودم موضوعش باشم. محسن جان، بابا جان، سر خوب زوریا خونه شما چیکار میکنه؟ بهت دست میزنه؟ بابا حیا کنین شما رو به خدا، این بچه هست. زوریا خونه شما دراز میکنه درسته؟ برای چی این کار میکنه؟ خوبیت نداره والا. این زن بیچاره گناه داره، بالاخره خدایی داره اون بالا، میبینم خدا همه چی را. هاشم بگو سرای خونه شما میخوابه. ما از کجا بدانم؟ تو شایدم بخوابه، وقتی با خانه نباشم شاید بخوابه. شاید تو چه میدانم؟ خب یه روز رفتم خانه دیدم دراز کشیده، چرت میزنم، گفت سردرد داره. گفت چی گفت؟ چیزی که یه زن فقط باید به شوهرش بگه، چیزی که سابق با من میگفت. آخه زنه که جنده با سه چی؟ با سه چی؟ این دوگر آمی ناموش بسه مرد نمیشه من این دا خجالت نمیشه بیشه بیشه آمرو برای شوها نمیشه گلو آمه من چرا آفر علی بلشو باشو 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 همه تو نشستن اینجا میگه ساکن همه دو ساکن باشیم ببینم بریم منزل من. علی تو من و سریا بیجا برو سراغ ابراهیم منش دار بیارش تو خونه من ببینم میتونیم موضوع رو مثل آدم هر پیر زن این به تو چه مربوطه؟ بین من و زنمه. این هم اینه که جلوی مردم کتکش میزنی. بریم اگه مهم نبیا خونه من ببینیم چی کار میکنن. آمرو واسه من نداشته نامت بگه هده اینجا ما این تو اسم میخوام چیزی که نشده
باز که معرکه گرفتی زهرا؟ چه خبره اینجا؟ این زن به من خیانت کرده. باهاشم. شک داشتم مطمئن شدم. خودم مچشونو گرفتم. صحت داره سریا؟ همچین کاری کردی؟ نه والا به خدا نکردم. تو چرا دروغ میگی؟ همه ده میدونن. هر روز میری خونه هاشم. باهاشم بخوابی؟ دروغ میگه. من شوهر دارم. این چیزا حتی به فکرم نمیرسه. تو میگی بهت خیانت کرده؟ آخه واقعا بگو چیکار کرده؟ حالا واسطه بودم با هم دیگه پش میکردم. خودم دیدم دیگر دستمو نمیکردم. خودش میامد بیرون خیلی با هم دیگه پش پش میکردم. خیلی میخندیدم. این طوره سریا؟ به هاشم گفتم رختاشو میبرم خونه بشورم. وقتی برگشتم شام درست میکنم. بله به هم لبخند زدیم. فهم اینم هاشم حالا حقیقت معلوم میشه. حرف زدن با مردی که ساب کارشه آخه این که گناه نیست. حرف زدن با شوهر دوست آدم که حرام نیست. خنده خنده که خلاف قانون نیست. هاشم وقتی با سرایا پچ پچ میکردیم چی میگفتیم به هم؟ پچ پچ نمیکردیم. گفتش لباس ها رو میخواد ببره خانه بشوره بعد برگرده شام درست بکنه. بعد گفت میخواد چرت بزنه. من اینو نگفتم. وقت چرت زدن ندارم به اون همه کار. هاشم چشمای من نگاه کن. حواست به من باشه. ازت سوال میکنم جواب دقیق میخوام. آره یا نه؟ متوجهی؟ سریا به تو گفت که میخواد اونجا منزل تو دراز بکشه؟ بله گفتش. همیشه دراز میکشه دراز میکشه. وقتی خانه ما هست همش میخواد دراز بکشه روی رخت خواب. مشت ابراهیم حرفایی میگه که یه زن فقط باز به شوهرش بگه. دروغ میگه. وقتی کارم در میشه یه دقم خونش نمیمونم. درم که همیشه واسه به خدا. تو چرا این کارو میکنی؟ تو چرا این حرفو میزنی؟ من زن تو دوست داشتم. پسرتو نگه میدارم. اینا ازم خواستن برات کار کنم. من کی کار خلافی کردم؟ بیا بشین. هاشم وقتی مردی زنش رو متهم به زنا میکنه خون تمام اهالی ده به جوش میاد. مردم ما نمیتونن همچین جرمی رو تحمل بکنن. باید واقعا یقین داشته باشی ها. بابا حقیقت رو میگه دیگه. حقیقت رو من به شما میگم. علی آقا خودش من به خودشم گفتم. ملا حسن در جریانه. تمام شهر کوپای آقا شما برو تو کوچه ببین مردم زنا چی میگن به اگه اون خاله زنکا رو بگی که اونا اصلا نمیفهمن چی میگن. هر چی که میشنون تکرار میکنن. این که هیچ دروغی رو راست نمیگن. من خودم دیدم با هم دیگه پش پش میکردن. فقط لبخند زدین. همین به همه لبخند میزنم. مثل خلکیولای محله. همه میدونم. همه میدونم من نجیبم. بله میگن حامله ای. من حامله؟ پس نام باستم کنی خودتون ببینید. سریا دو مرد عاقل و بالغ به تو اتهام میزنن که اعمال و رفتارت دور از شونات زناشویی و مادری. آیا میتونی بیگناهی خودتو ثابت کنی؟ من ثابت کنم؟ چطور میتونم؟ اونا که به من تهمت میزنن باید ثابت کنن. وقتی مردی اتهام به زنش میزنه این وظیفه زنه که بیگناهی خودشو ثابت کنه. مسئولیت زنه که بیگناهی خودشو ثابت کنه. قانون شهر اینطور میگه. حتی در موردی که زنی از شوهر شاکی باشه باز هم اثبات ادعا به عهده زن است. میفهمی؟ بله کاملا روشنه.
زن ها همه تقصیر کنن، مرد ها بیگناه. درست. ببن دهن گشاد دو. تو برو گم شو. بریم. ابراهیم، ما هم از بچه که میشنسیم. به من نمیتونی دروغ بگی؟ این یه نقشه هست. این برای علی و اون دختر هست که میخواد بگیرتش. نه، این درباره یک جرمه، یک جرم بزرگ، جرمی که مربوط میشه به یک شوهر، یک پدر، دو پسر، تمامی ده و اصلا خود اسلام. اینه موضوع زن. حالا بذار برم به کارم برسم. چه خبری؟ ابراهیم ما رو فرستاده پیش شما بمونه. مردا رو جمع کرده بخون جلسه بزنم. کی باش؟ مولا حسن، علی، البته دوستای علی، به تو پسرهای تو سرعی مرتضی رمضانی، پدر من. هر تصمیمی بگیرم چیزی نمیگه. همه مردا همینطوره. کی تا حالا از ما دفاع کردن؟ تا یادم میاد ندیدم کت خدا جز جریمه یا خدمت اجباری علیه کسی رأی داده باشه. این فرق میکنه. شما پشت بر استراحت کن. بیا یه ذره استراحت کن. زهرا جون، منظوری نداشتم. میدونم به چی فکر میکنی. محکومش کردم، محکومه، مقصره، مقصر.
انگشت شما رو میخواد. سر انگشت من میخواد؟ بله. می گرفتن؟ بد نیست. بگو به من. باید بریم از اینجا. کجا بریم؟ با چه وسیله؟ با چه پولی؟ دارن توی میدون ده سنگسارت میکنن تا یه ساعت دیگه. میفهمی؟ یالا. ما داریم میریم از اینجا. هیچ جا نمیری. بالاخره کار خودشو کرد. از شهر من خلاص شد. گمش نکنی عزیزم. فهمیدی؟ اینم مال تو کتانی جون. مال مادرم بود. اونم از مادرش بهش رسیده بود. تا هم یه روزی انشالله میدی به دخترم بزرگی. باید بعد نوبت دخترامه. مواظبشون باش خاله جون. مواظب اونا باش. نگران نباش. وقتی بزرگ شدن همه چی رو بهشون بگو. یه جوری بگو که از مادرشون خجالت نکشن. ثریا بهت قول میدم بهشون حقیقت رو بگم. به همه میگم. به همه دنیا میگم.
رو به بزرگیت قسم میدم، من رو یاری کن. اگر این عملی که میخواییم انجام بدهیم مطابق خاص توست، به من این نیرو رو بده که این کار رو تمام کنم. به من کمک کن که این کار رو به درستی انجام بدم. اما اگر این کاری که داری میکنی مطابق خاص تو نیست، به من نشانی بده تا بتوانم از این کار جلو بیای. میترسی؟ از مرگ نه، اما از مردن با سنگ. دردش مامان، مامان تو چرا باید بمیری؟ تو نگاه نکن پسرم، کاری به این کارا نداشته باش. تو باهاشون چی کار کردی؟ من کاری نکردم. پدرت میخواد از دست من خلاص شه. مرد باش احمق جون. بیا اینجا. رضا جون. بیا بیا. بیا بیا. بشین اینجا. هر چقدر دلت میخواد اینجا گریه کن. لالای لالای لال گله پونه دلو من از شب رکین خونه. لالای لالای لال گله پسته چرا درها به رود بسته. غریبه نیست تو رو دشمن، تو رو دشمن همین دوسته. اینجا
منوچهری، پس از بررسی اتهامات و رعایت انصاف و اصول شرعی، رأی به این داده شده که شما مجازات بشید و مجازات شما اعدام است. به خواسته اهالی کوهپایه و مطابق با قوانین شرعی شما همین امروز در این محل اعدام بشید. آبادی را به باد داده، باید کفاره گناهشو پس بده. فراموش نکنیم هر سنگی که پرت میکنیم حیثیت جرافت از دست رفتمون را به خودمون برمیگردانیم. شما سلام به همه آقایون و خوارا، در شهر شنیدیم که بازار است امروز داده با صفاتان، خدمت رسیدیم که باز کنیم سرگرم با بچه هاتان، که برون کنیم خستگی کار را استان و بدان هاتان. این چیه ما کار داریم؟ برین گمشیم. بریم بریم بداس نماز برای شما سرگرمی داریم، بیایید برای تماشا. دست محکومو بگیرین، دنبال من بیاین. وقتش رسیده. چادر سرشترش بردار. من گریه نمی کنم. تو هم گریه نکن. دعا کن. با همه وجود دعا کن. خود خدا توی بهشت منتظر. سه امام دعا کن. بیا 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 بیا. ثریا منوچهری، اگر صحبتی داری که بخوای از دفاع خودت بگی، الان وقتشه.
این آخرین فرصته. آخه شما چتون شده؟ انگار منو نمیشناسین. من سرعیام. این همه به خونه هاتون اومدم. با هم همسفره بودیم. دوست بودیم. چطور دلتون راضی میشه این کارو بکنیم؟ با همسایهتون. مادرتون. دخترتون. زنت. چطور روتون میشه؟ قانون خدا. بسه دیگه، برین کنار. بسه. آقا مرتضی حرفی داری که بزنی؟ ابراهیم من چه حرفی دارم بزنم؟ من بخت برگشته. این دختر من نیست دیگه. من پدرش نیستم من بعد. به حضرت عباس تمومش کنی بره. بس. علی نصر رو بگی. خدا نکنی. برو کنار زن. برو کنار، مزاحم نشو. آخه این بچه هایی سفیر داره. من جاش بایی نیستم. منو زنگ زار کنی. ابراهیم منو زنگ زار کنی. زهرایی موضوع به تو مربوط نمیشه. برو کنار. ابراهیم تو خدا هر کاری میخوایی بکنم. ابراهیم چه کار میتونی بکنی؟ ابراهیم. ابراهیم. ابراهیمش بیرون.
یه سنگ دیگه بدی. خدایا به تو متوسل میشم از گناه این دختر هرزه بگذر. ببخش بابا، این نشونه یه عدل الهیه. آخه مگه نمیبینی هرچی سنگ بهش میزنی نمیخوره؟ بفهمی خانوادت رو رسوا کردی. ناراحت نباش آقا مرتضا، من خودم خدمتش میرسم. بزنیم پسرا، بزنیم به امان خدا. بزنش!
İçinden üstünden! Tek kalsın! Tek kalsın! تمام شد. عمرانی خدا خودش بهت رحم کنه برای کاری که امروز کردی. They refused to let us bury her. We took her body and left it by the river. In the town, they were celebrating.
That was yesterday. This morning, before dawn, I went back to the river and buried what dogs had left of her. جای شما آقا ماشین رو روش انداختم ممنون چه خبره؟ هیچی داره میاد ماشینش رو ببره نباید بزنیم بره جرمی مرتکب نشده یارو خبرنگاره نویسنده است هر قضیه که اینجاست باید بین خودم تو این چهار دیواری بمونه باید داره ببینیم زفه بهش چی گفته آماده باشه شد برگشتی؟ اگه قرار نبود عروسی کنی عروسی بی عروسی باباشو اعدام کرد حیف شد خیلی خاطرشو میخواستم پس اون همه داده قال سر چی بود؟ هیچی؟ شما من رو برداشتین شهادت و دروغ بدم وسط میدان تک تک کردین سر هیچی چی داری میگی هاشم؟ مشت ابراهیم منو ترساندن گفتن بچه تو یتیم میکنیم گفتن همش افترا همش دروغ هستم فکر کن مشت ابراهیم چینجور نگاه میکنی؟ خودم دست تو کاره این حقیقت نداره شما دروغ گفتید به من چرا دروغ گفتی تو اینکه کت خدایی این محاکمه هم چای داره کردی دعوت بذاریم بره زهره خانم ما رو ببخشید که مزاحم وقت شما شده به هیچ وجه زهره خانم یکم پرحرفه خیلی هم خیال بافه مگه نه ابراهیم آره گاهی نمیشه فهمید کی راست میگه کی دروغ اینو دیگه بیاتی اگه یون میزگم های عجله شما دارین کجا میری؟ تو کیف چی داری؟ ببخشید باید حسابشو بدم حسابتو دادی شما ممنون میخوام بذارم شما اینجا برید شما راجع به چی حرف میزنید داشو ضبط کردی؟ مال منه این نوار اینجا همه چیز به همه کس مربوطه اصلا به خارجی اجازه نمیدیم تو کار ماها دخالت من خارجی نیستم چه بچه جوهتی علکه اینطور شد من میکنم به اولین پست دولتی که رسیدم شکایت کنم هر غلطی که دلت میخواد بکن
بگیرنش، کلاشو بگیرین. حالا برا تو چی؟ نگره من نمازیس کاری نمیتونم بکنم، دخترم رو بگیرم. زیاد گاز نده، خفه میکنم. ابراهیم از چی میترسی؟ مگه خودت نگفتی حق به حق دار میرسه؟ خدا قربونش برم بزرگه، الله اکبر. از چی میترسی؟ مگه قرار نبود دهمون نمونه بشه توی کشور؟ حالا نمونه میشه تو همه دنیا. آره خبرش به گوش همه دنیا میرسه. آره خبرش به گوش همه دنیا میرسه. We'll be right back.